درود به همه شما عزیزان خیلی خوش اومدین به یکی دیگه از ویدیوهای صرف تا صد این دیزاین قرار تو این ویدیو خط ها و راهنما و گرید و همه اینا رو بهتون آموزش بدم که شما چطوری میتونید از اسنپ ها استفاده کنید که به راحتی بتونید شکل و شیپ رو کنار رو هم بچسبونید یعنی یک حالت آهن ربایی به هم بچسب و خیلی راحته خب من میام توی ابزارها رکتنگل رو انتخاب میکنم یه دونه رکتنگل میکشم رنگش رو قرمز میذارم به عنوان مثال یک مقدار کوچیکترش میکنم مثلا یه دونه دیگه میام الیپس هم انتخاب میکنم و الیپس رو هم رنگ سبز میکنم البته که الیپسمون توی دایره ها رنگ آبیه خب اینو اینجا قرار میدم حالا قبل از اینکه من این دوتا رو بخوام بهتون بگم توی ابزارها سه تا گزینه داریم رکتنگل فریم Tool الیپس تول فریم Tool و پولیگون فریم تول این ستا دقیقا همون کاری که ما این ستا اینجا داریم انجام بده یعنی رکتنگل ایلوز و بولیگان هر کاری میخوایم باش بکنم مثلا عکس میخوایم داخلش بیاریم نوشته میخوایم داخلش بیاریم. داخلش بیاریم از این ستا گزینه هم استفاده کنه اما به صورت فریم هست مثلا من رکتنگل فریم رو انتخاب میکنم یه دونه اینجا میکشم وقتی یه دونه کلیک میکنم اینجا میکشم یک حالت ضرب روش داره حالت فریم ماننده اگر خارج از این رکتنگل کلیک میکنم شما فقط دارین ضربدرا رو میبینید با اطرافش خب بعضی وقتا میبینی این ضربدره روش نیست اگر دیدین که این ضربدره نیست باید بیان تو قسمت ویو این قسمت اکسترا و اینجا نوشته show فریم اج روی show فریم اج که کلیک بکنید اون ضربدره میاد الان نوشته هاید فریم اج اگر من هاید رو بزنم هایدش میکنه دیگه کلا یک حالتیه که دیده نمیشه کنترل اش هم میان بروشه اگر روش کلیک بکنم میبینید شما هیچ فریمی که خطی داخلش نمیبینید و اگر خارج از کاد کلیک بکنید هیچی دیگه نمیبینید باز اون موقع یه کادر اطرافش بود میتونستیم ببینید ولی کلا هایدش کرده دوباره من اینجا بیام روش کلیک بکنم میبینیدش مثلا اگه من بیام توی قسمت لایرها اینجا میبینید این قسمت وجود داره ولی خب چون هایدش کردیم دیده نمیشه و اگر دوباره بیام مثلا الیپس رو انتخاب کنم یه دونه الیپسکشن باز اینجا نمیبینیمش میام تو قسمت ویو اکسترا و شو فرین رو یا کنترل اچ رو میزنیم هر دوتاش اینجا دیده میشه شما میتونید داخل این فریم ها عکس بیارید و بتونید از این فریم استفاده بکنیم تفاوتی که داره با این رکتنگل ها با این ها اینه که اگر شما یه تصویر رو میخوایم بیارین داخل حالا این الیپس بندازید به عنوان مثلا من میرم تو قسمت فایل پلیس رو میزنم یه عکس میارم حالا به عنوان مثلا این عکس رو وارد نرم افزار میکنم و انتخابش میکنم و کوچکش میکنم حالا بهتون یک ویدیو میسازم که بهتون بگم چجوری میتونید عکس رو وارد شیپ بکنی و کلا تنظیماتش چیه هست حالا الان اینجا اومد برعکس هم شد میچرخونمش درست بشه خب ببینید شما وقتی تصویر رو داخل شیپ میندازین اگر جابجاش کنین اون بکگراند بکگراند رنگ آبی مشخصه اگر خارج از کات کلیک بکنین باز مشخصه اما اگر من بیام این فریم دایره رو انتخاب کنم برم تو قسمت پلیس و این رو روش کلیک بکنم روش دابل کلیک کنم و انتخابش بکنم این سایزه عکس خیلی بزرگی کم زومش میکنم چون وقتی زیادی بزرگی و ما کوچکش میکنیم خودش میچرخه رو تو تنظیمات حتما بهتون می میگم خب این اگه من جاواجا کنم این کلا یه صفحه سفیده میبینید اگه جاواجاش کنم خودش رو و بگراند اون زیر مشخص نیست برای یه سری از جا استفاده میشه خب این از این قسمت فریم ها. من کاری به این فریم ندارم کاری به این عکس هم ندارم این دوتا رو اینجا داریم میام تو قسمت ویو این گزینه اکسترا با این اولی کار داریم بقیه گزینه ها موقعی که حالا من یک کاری دارم انجام میدم اگه نیاز شد این گزینه ها رو بهتون میگم الان نیاز نیست میام تو قسمت گرید and گاید گرید و and guide ها رو اینجا میخوام بهتون بگم می های گاید به عنوان مثال من میام یه دونه خطکش اینجا میذارم یه دونه خطکش اینجا میذارم یه دونه خطکش هم اینجا قرار میدم یا از بالا هم میتونیم یه چند تا خطکش اینجا داشته باشیم یعنی به این شکل خطکش همونه به رنگ آبیه فکر میگم قبلا گفتم که چطور میتونیم رنگ خط کشار رو تغییر بدیم کنترل آر هم که توی همه نرم افزارا برای رولر میخوایم فعالش کنیم کنترل آر میزنیم برای غیر فعالش هم کنترل آر میزنیم حالا برای این گاید ها میان تو قسمت ویو اینجا نوشته گاید گرید اند گاید های گاید اگر روش کلیک بکنید تمام گاید هایی که ما اینجا داریم پنهانشون میکنه هایدشون میکنه روش کلیک میکنم یعنی هر چی گاید اینجا ما کشیدیم پنهان شد اگر من بیام دوباره یه دونه دیگه گاید بکشم بقیه گاید ها را هم دوباره به نشون میده مثل توی فتوشاپ میمونه یا مثلا دوباره بخواید بیاریدش دوباره میتونید بیارید تو قسمت ویو و شو رو بزنید البته خب الان هاید رو بزنن کلا هاید میشه هم میتونید بیان تو قسمت ویو و این قسمت شو رو بزنین هم اگر یه دونه گاید دیگه اضافه کنید باز گایدای قبلی هم مشخص میشه دوباره میرم تو قسمت ویو و قسمت گاید نمیشه لاک گاید الان من گایدا رو میتونم جابجا جا کنم مثلا شما میخواین یه سری کارا انجام بدین میخواین دایره رو جابجا کنین یک عالمه مثلا شیپ درین میخواین جابجا کنین گاید ها میاد تو دست و پاتون به جای اینکه اینو جابجا کنین گاید رو جابجا میکنین اما نیاز داریم به این خطکشا که حتما یه جای قرار گرفته باشه مثلا من اینو اینجا قرار میدم یه دونه گاید میام اینجا قرار میدم میخوام این مربع من کامل داخل این خطکش قرار بگیره خب یه سری جا میخوام انجام بدن سری کارا مثلا میخوام جابجاش کنم گاید میاد جابجا میشه اینطوری میشه ببینید از اینجا جدا میشه برای اینکه قفلش بکن بکنیم تمام گاید ها رو میتونیم بیاریم تو قسمت ویو و این قسمت لاک گاید رو روش کلیک بکنیم هر چقدر که من بخوام گاید ها رو جابجا جا کنم میبینی تکون نمیخوره قفل شدن و دوباره میتونیم برای خارج شدن از قفل دوباره این لاک رو بزنیم تیکش رو برداریم شما از های میانبر هم میتونید استفاده کنید تیکش رو بردارم باز دوباره ما میتونیم گایت ها رو جابجا جا کنیم ببینید من دارم تمام بذارید من اینو پاکش کنم اینو هم پاک کنم یه سری از گا... گایت ها رو هم پاک کنم شما برای دیلیت کردن هر سب... هر کدوم از این خطکشها کشا میتونید روی هر کدوم که کلیک بکنید ببینید به رنگ آبی میشه هر کدوم کلیک کنیم و دیلیت رو بزنیم پاک میشه میتونیم هم اگه بخوایم همه رو پاک کنیم کلیک درگ بکنیم تمام گایت ها انتخاب شده و دیلیت رو میزنیم مثلا از این قسمت بالا هم به این صورت تو این قسمت اسنپ تو گاید داریم و اسمارت گاید داریم اسنب تو گاید کارش اینه که شما اگر بخواین یک مربع رو بچسبونین به دایره یک حالت آهن ربایی میده میبینید الان من اینجا رو زوم کنم شما میخواین مربع رو بچسبونین به دایره که نره داخل دایره نه که بگم نمیره را روی دایره میره ولی خب وقتی میخواین دقیقا کنار خودش بذارین اسنپ بهتون کمک میکنه که عین آهن رو با بهش با بچسبه حتما تمرین بکنید که متوجه بشین میام دوباره تو قسمت ویو گزینه بعدی اسمارت گاید اسمارت گاید دقیقا همین خطهایی که من دارم تکون میدم مربع این خط سبز مانندی داره نشون میده این اسمارت گایده این رو هم اینجا شاید من دارم بهتون میگم نبینید ولی خودتون اگه کار کنید خطا رو میبینید به عنوان مثال رکتنگل من پایین قرار گرفته الیپس هم این بالا من میخوام رکتنگل رو تو راستای الیپس این قسمت بالا قرار بدم شما میتونید بیاین خط کش رو بذارید و رکتنگل رو اینجا قرار بدید ولی خب توی ورژن های جدید خیلی وقت البته هست ولی خب منظورم اون ورژن خیلی قدیمی این رو نداشت و شما باید حتما خط کش میذاشتین الان اسنپا اه... کمک میکنه ببینید از خواهی میکنم اسمارت گای کمک میکنه که شما بتونید اون خط رو ببینید من الان نگه داشتم رکتنگل رو رنگ سبز داره نشون میده که تو راستای آبی هست و من هم تا اینجا بذارمش یا مثلا تو از قسمت پایین میخوام تو راستای الیپس قرار بگیره رکتنگلم اینو میبرم بالاتر و میبینید الان خط سبز رو روی دایره الان دقیقا تو راستای دایره قرار گرفته من میام خط کش رو بذارم این اینجا دقیقا تو راستای خودش قرار گرفته اینا میتونه اسمارت گاید بهتون کمک بکنه حالا اگر من برم تو قسمت ویو و اسنپ تو گاید رو غیر فعال کنم اسنپ رو غیر فعال کردم گفته بودم که میتونه یک حالت آهنربایی داشته باشه و اگر غیر فعالش کنم اون حالت آهن رو به راحتی نداره هرچند اینجا به خاطری ای که ما اسمارتمون فعاله باز اون حالت آهن روبایی رو میده اما اگر من بیام اینجا دوباره اسمارت رو غیر فعال کنم تیکش رو بردارم الان هم اسمارت گاید هم اسنپمون غیر فعاله و الان من میخوام جابجا کنم یعنی اون حالت آهن روبایی که بچسبه به دایره رو دیگه نداره و به راحتی میاد به نرمی میاد داخل این الیپس قرار میگه و برای همین شما حتما چطور تو این دیزاین چه تو نرم افزار ایلوستریتور حتما گزینه اسنپ و اسمارت رو فعال بکنید مگر اینکه خیلی زوم بکنین کارتون رو و اینقدر به چسبندگی آهن ربای زیاد باشه که مجبور بشین بیاین اسنپ رو یا اسمارت رو غیر فعال بودیم. که که سوال هم ازم داشتین که اینکه من نمیخوام بچسم اون حالت آهن رو باید. میتونی اسنپ رو غیر فعال بکنیم خب من جفتش رو دوباره فعال میکنم ببینید من الان جابجاش به که بکنم یه دقیقه من دوباره این رو جا به کنم اسمارت گاید رو جابجا کنم اینی که خط کشم پاک کنم الان هر چقدر من بخوام جابجا کنم یعنی اون خطی که من میخواستم تو راستای دایره قرارش بدم این خط رو دیگه ما نمیبینیم و به هم نشون نمیدی که من تو راستای دایره قرارش بدم از اینجا اگر غیر فعال باشه مجبوریم از خط کش استفاده کنیم و این رو اینجا قرار بدیم بازم اینجا من زومش کنم چون اسنپ غیر فعاله دیگه نمیچسبه به این خط ببینید یک مقدار دیگه زومش کنم ببینید نمیچسبه به این خط من استروکش رو بردارم ببینید ولی اگه بیام تو قسمت ویو و جفتش رو فعال کنم هم اسنپ تو گای هم اسمارت الان دیگه هم خط مشخص هم به راحتی میچسبه به اون خطکشی که اینجا داریم این خیلی خیلی مهمه دوباره میام تو این قسمت ها و دیلیت آل گاید آن اسپرید اینجا باز دیلیت میکنه هر گایدی که اینجا داشته باشین کلا حذفش میکنه مثلا من اینجا میام چند تا میکشم یادتونی که بهتون گفتم که اگر من چند تا خطکش داشته باشم و بخوام هایدش کنم میتونم بیایم گزینه هاید رو بزنین خب و به محض اینکه من یه دونه دیگه خطکش اضافه کنم اونا مشخص میشه شاید یک عالمه شما خطکش داشته باشین و بخواین همه رو با هم پاک کنین گفته بودم که میتونین روش کلیک بکنین دیلیت رو بزنین میتونین کلیک درگ بکنین دیلیت رو بزنین و من این کنترل زد میزنم میتونین هم بیاین تو قسمت ویو و این قسمت دیلیت آل رو بزنین تمام گایدها پاک میشه من دایره رو اینجا قرار میدم شما به عنوان مثال که توی فتوشاپ این گزینه خیلی خوبه که اومده و شما میتونید از طریق همین راهنماها گایدها میتونید حالا اون شیپی که دارین مرکز قرار بدین بالا قرار بدین مثلا شما یه شیپی دارین الان این حالت رکتنگل رو میخواین مرکز این داکیومنتتون قرار بدین خب الان من همجور که دارم اینو تکون میدم میبینید رنگ صورتی رو شما اگر بیاین این وسط قرارش بدیم به محض اینکه این صورتی عمودی مشخص میشه یعنی وسط کاد قرار گرفته و اگر بخواین از دو طرف هم وسط قرار بگیری دوباره یک کوچولو جابجاش میکنیم اینقدر جابجاش میکنم که اون حالت صورتی رنگ افقی هم مشخص بشه ببینید الان هم خط گاید عمودیمون مشخصه هم افق این دقیقا الان مرکز قرار گرفته شما از این طریق میتونین کار انجام بدید از طریق الاین ها هم میتونین انجام بدین که هنوز به الاین ها نرسید آموزشش رو نذاشتم ولی برای مثلا یک کاری که میخواین انجام بدین دقیقا بخواین وسط باشه میبینید الان دقیقا رکتنگلمون وسط قرار گرفته میام تو قسمت ویو گزینه های بعدی هست شو بیس روش کلیک میکنم یک بیسی از گرید رو بهمون به میده ببینید یه سری از خطای آبی رو می، میتونه به داشته باشیم که میتونیم رکتنگل رو حالا توی کدوم یکی از این خط ها مثلا قرار بده یا مثلا میخوایم آخری آخری باشه اینجا میتونیم قرارش بدیم توسط اینا شما میتونید حالا هر تری رو که میخوایم بکشین که میتونین تنظیماتش رو هم انجام بدین که چطوری میتونین خط ها رو زیاد و کم بکنیم گزینه بعدی نوشته شو داکیومنت گرید من های رو هاید میکنم گزینه بعدی رو میام داکیومنت رو میزنم کلا کل داکیومنت رو بهمون میده حالت شطرنجی میکنه توی ایلوستریتور هم هست میگم فضای کاری این دیزاین و ایلوستریتور شبیه همه توی ایلوستریتور برای طراحی لوگو خیلی خیلی به کار میره و شما میتونین از حالت شطرنجی استفاده بکنین حتی خونه ها رو میتونین کم و زیاد بکنین که حالا در ادامه میگم بهتون خب من هایدش میکنم داکیومنت رو میام تو گزینه آخر اسنپ داکیومنت گرید رو هم میزنم یعنی اینجا هم اسنپ ها رو ما میتونیم فعال بکنیم هم شو داکیومنت رو فعال کنیم و اینجا رو من جابجا کنم اسنپ ها هم بهمون به کمک میکنه اگر دقت کرده باشین قبلش به این راحتی نمی چسبید به این حالا اون مربعهایی که اینجا داریم من میام تو قسمت ویو اسنپ رو غیر فعال کنم من اینجا ببینید اینجا من زومش میکنم مثلا میخوام رکتنگل رو اینجا قرارش بدم دقیق به چسبم اینجا اون حالت آهن ربایی رو نداره که دقیقا اونجور تمیز به خب اینجا میخوام بزنم اگر من بایم تو قسمت ویو و اسنپ رو فعال کنم الان به راحتی میتونم به به اون قسمتی که میخوام ببینید یک حالت آهن داره میتونم راحت این کار رو انجام بدم که شما اگه بخوام از حالت شطرنجی این دیزاین استفاده بکنید حتما اسنپ رو اینجا فعال کنید که بتونید ازش استفاده کنید هاید رو دوباره روش کلیک میکنم حالت غیر فعال بشه و گزینه اسنپ رو هم غیر فعال میکنم ولی در حالت عادی این همین به صورت پیش که این ستا گزینه فعاله شما بذارید فعال بمونه خب برای اینکه شطرنجی ها رو بتونیم کم و زیاد بکنیم باید بیان تو قسمت ادیت پریفرنس و گاید رو روش کلیک بکنیم شما این قسمتی که گاید آپشن هست اینجا بهتون میگه که حالا چه تعداد پیکسل میخواین اسنپ بهتون بده اینجا پیشفرزش روی چهار هست شما هم, هم روی چهار بذارید میتونید کمتر و بیشترش بکنید تو قسمت اسمارت گاید آپشن هر چهار تا گزینه تیک خورده باشه این قسمت از من تیک بزنید که خیلی راحت میتونید کارتون رو انجام بدین من میام اینجا به عنوان مثال یه سری خط ها میکشم دوباره گاید ها میکشم به این صورت ببینید یعنی من الان اینجا کشیدمش اوردم پایین این حالت داکیومنتو من اومد بیرون اینو فکر نمی کنم گفته باشم تو آموزش های اول فراموش کردم اگر دیدین که اومد بیرون میتونین قسمت آن رو بگیریم و بیاری اینجا یه حالت آبی رنگ میشه اطرافش میتونین بندازینش اینجا و اگه بخوایم بیاریدش بیرون هم به این راحتی میتونین انجامش بدیم حالا خوب شد بتونم گفتم این تکنیک رو خب یه سری گاید ها ما اینجا داریم میام تو قسمت ادیت پریفرنس و گاید رو روش کلیک میکنیم الان ما عدد چهار رو داریم مثلا من عدد 20 رو اینجا بزنم و اوکی رو بزنم اینجا این بخوام یه سری جا به جایی ها انجام بدم برای گایده خب بذارید من دوباره برش گردونم روی همون چهار اول یک تست بکنیم و بریم بعد بیایم اینجا مثلا من میام این قسمت اینجا رو میخوام جابجا جا بکنم حالت گاید ببینید این شکلی میشه خب متوجه منظورم میشید مثلا حالا چون من اسنپم فعاله اسمارت گایدم فعاله اون راهنما اون آهن روایی انجام میشه و اگر بیام ببینید الان خیلی نرمال انجام میشه و اگر بیام تو قسمت ادیت پرفرنس و این رو بزنم مثلا این رو روی 20 قرار بدم و الان بخوام کار انجام بدم ببینید خیلی حالات چسبندگی این رکتنگل به گرید هامون بیشتره میبینید به چه صورت داره اتفاق میفته برای همین نرمالش روی همون چهار باید باشه مثلا من یک کلیک کنم روی فکر میکنم بیشتر از 100 نشه حال ارور میده بیشتر از 100 نمیشه روی همون 20 و یا مثلا روی 50 با هم قرار اوکی بدم بازم ارور میده روی همون 20 که من روی 4 قرار میده حالت نرمال خودش باشه خب حالا من برای اینکه بخوام اینا رو از بین ببرم گفته بودم دلیت رو میزنم دوباره میام تو قسمت ویو و میخوام گرید رو فعال بکنم خب این رو اینجا قرار میدم میرم تو قسمت ادیت پریفرنس و گاید رو روش کلیک میکنیم خب از اینجا هم شما میتونید هر کدوم از اینا رو کلیک کنید روی تایپ برین روی گاید برین روی گاید اند پیست بورد بریم من روی گاید کلیک میکنم اینجا دو تا گزینه داریم یه دونه گاید یه داکیومنت گرید دیدیم که داکیومنت گرید همین شطرنجی بود که آوردم قسمت گاید نوشته بیس گرید اینجا رنگ رو میتونیم تغییر بدیم پیش ورزش روی رنگ روشن آبیه لایت بلو مثلا من میام روی گلد میتونم قرار بدیم مثلا روی پرپل قرارش میدم رنگ بنفش قرارش میدم گزینه بعدی نوشته استارت اینکه شما از قسمت این بالای داکیومنتتون چه تعداد یعنی چه فاصله ای می میخواین پایین بدید این خط ها رو الان به صورت پیش از روی 12 و 7 میلی متر الان این قسمت این فاصله اینجا فاصله خط تا اول داکیومنتمون 12 و 7 میلی متر مثلا من میام روی 50 میذارمش 50 میلی متر بیاد پایین روی گزینه بعدی نمیشه تاپ اف پیج یا مارجین روی پیجمون من میخوام بیاد پایین قرار بگیره گزینه بعدی هم فاصله بین هر کدوم از این خطا هست فاصله بینش دوازده هست. مثلا من میام فاصله بینش رو روی سی میذارم خب حالا فاصله بینش الان این خیلی الان اینا نزدیک همان گزینه هایی رو من انتخاب کردم که الان با فاصلش خیلی زیاد بشه از بالا به پایین 50 میلی بیاد پایین قرار بگیره گزینه بعدی هم که همون 75 درصد بذاریم باشه چون روی هر چی عدد بیشتر بشه کلا خطا محو میشه از توی صفحه اما 75 درصد خوبه اوکی رو که من بزنم هم رنگش رنگ بنف شد هم فاصله بینش دیدیم گفتم فاصله بینشون زیاد میشه از 12 عددی که بود روی سی داده بودم فکر میکنم بیشتر شد و هم فاصله بالا تا پایین تا خط پنجاه میلیمت داده بودم و اگر دوباره بیام تو قسمت ادیت و این گزینه رو فعال کنم بینید 5 میلیمت این فاصله است سی عددی که اینجا دانه فاصله بین هر خطوط هست و رنگش هم پرپل هست این برای این گزینه استفاده میشه یا مثلا دوباره بخواین عدد دوازده فاصله بینش بدیم اوکی رو میزنید یعنی بینید دوباره عدد فاصله شون کم میشه و تعدادش زیاد میشه خب اگر من بخوام این رو از بین ببرم هایدش میزنم دوباره میام تو قسمت ویو و گزینه بعدی شو داکیومنت Great رو میزنیم رنگ این رو میتونیم تغییر بدیم و یه سری تنظیمات رو انجام بدیم میام تو قسمت ادیت پریفرنس و گاید رو روش فعال میکنم ببینید تو قسمت داکیومنت Great خودش به صورت پیشواز روی لایت گری قرار گرفته به عنوان مثال من میام روی دارک بلو قرارش میدم می‌خوام رنگ خاکستری بشه آبی قسمت های پایین هوریزونتال و ورتیکال داره بر حسب عمودی و افقی بر حسب عمودی و افقی گرید لاین هر دو تاشون روی 25 میلی‌متره خب هر کدوم از این خطوط روی 25 میلی‌متره ساب روی 8 یعنی هر کدوم از خونه های کوچیک کوچیکی که شما دارین تو این مربع میبینی 8 تا عدد داده یعنی سایزش روی هشته و شما میتونید حالا سایز این مربع های کوچیک کوچولو که اینجا قرار گرفته میتونین درشترش بکنین میتونید ریسترش بکنین اگه بخواین ترش کنین باید عددتون کمتر از هشت باشه و اگه بخواین این مربع های کوچیک کوچیک عددش بیشتر بشه تعدادش بیشتر باشه عدد رو باید بیشتر کنین مثلا الان روی هشته من کاری به سایز ندارم سایز می‌ذارم روی هم 25 میلی‌متر جفتش باشه اگر من بیام هوریزونتال رو روی مثلا پنج بذارم کوچیکترش کنم و این یکی رو تغییر ندم حالت مربع نمیشه حالت مستطیل میشه خب به عنوان مثال من اوکی رو میزنم ببینید الان قسمت هوریزونتال میبینید دایره, دایره های میکنم مربع های داخلش پنج عدد شد و به صورت مستطیل شد اینا رو تمرین بکنید حتما میام دوباره تو قسمت گاید این یکی ها رو هم روی پنج قرار میدم جفتش رو ببینید مربع ها کوچیکتر شدن دوباره من میام روی گاید کلیک میکنم مثلا روی دو قرار میدم اینجوری بهتر جفتش رو انجام بدم بهتر متوجه میشین جفتش رو روی دو قرار میدم الان مربعای اینجا خیلی کوچیک‌تر میشه کوچیک کوچیک میشه ببینید روی هر مربع دو... چهار تا مربع کوچیک در قرار گرفت یا مثلا برعکسش رو انجام بدم یعنی سایزش رو بیشتر کنم روی 8 بود میذارم روی 20 جفتش رو میام روی 20 قرار میدم اوکی رو بزنم خیلی ریز شد مربع و میبینید و نرمالش هم که همون حالت 8 بود میام روی همون 8 قرارش میدم یعنی الان نرمالش 8 به این شکل اینجوری شما میتونید استفاده بکنید از خطوط راهنماتون و میتونم اینجا شو رو بزنم می میکنم برعکس رفتم این گزینه هاید رو بزنم و از بین بره گزینه زیری هم که بخوایم از بین بره این قسمت رو میزنیم که کلا از بین بره این از قسمت خطکش ها و خطوط راهنما خطکش ها هم که کنترل آر کلیمیان رو میتونید جابجاش بکنیم و تمام گزینه ها رو بهتون گفتم